خامنه‌ای در عین رجزخانی از ترس عواقب جنگ هر گونه نقش داشتن رژیم در آن را از اساس تکذیب کرد تا دودش به چشم رژیم نرود. خامنه‌ای ایران را پشت این حرکت معرفی می کنند، اشتباه می کنند، محاسبه غلط می کنند. این کار خود فلسطینی هاست. ما البته از فلسطین دفاع می کنیم. ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند را می بوسیم. رجزخانی ولی فقیه ارتجاع. در این قضیه رژیم قاسب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست را همه گفتند. من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگویم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی را ویران کند که تجدید بنای آن سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. فرافکنی خلیفه درمانده در برابر قیام مردم ایران با الگوی قدس از طریق کربلا، وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. سخنگوی مجاهدین: بنابراین بی‌اعتنا به مسکن‌های خشونت پرهیزی در انتظار آتش فشان خشم خلق و سلاح و سرنگونی باش. در این چند روز یک قضیه مهم سیاسی و نظامی دنیا را متوجه به خودش کرد و اون حوادث بی سابقه فلسطین عزیز. ما نمیتونیم نسبت به این قضایا، نسبت به این حادثه مهم بی تفاوت باشیم و عبور کنیم. خوشبختانه مسئولین موضع‌گیری های درست و خوبی کردن. من چند نکته رو در این زمینه میخوام به شما عزیزانمون، به ملت ایران و به همه برادرانمون در کشورهای اسلامی عرض کنم. نکته اول همون چیزی است که در تحلیل‌های گوناگونی که این دو سه روزه شده وجود داشت و اون این است که در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم قاسب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن. من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم قاسب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعیده که رژیم قاسب صهیونیستی با همه هایویی که میکنه، با همه حمایت هایی که امروز در دنیا ازش از سوی غربی ها میشود، بتوانه اون سازه ها رو ترمیم کنه. من عرض میکنم از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی قبلی نیست. ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من بسیار مهمه که این است که این بلا را عملکرد خود صهیونیست‌ها بر سرشون آورد.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. اشتباه میکنند. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم، ما از مبارزات دفاع میکنیم، ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است. ما به اونها افتخار میکنیم، این هست. اما اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند. اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنند. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اذن الله حمایت هم خواهد کرد. اما این کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود انشاءالله. فرمانده کل قوا افزودند وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، باید منتظر طوفان بود. بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن قاسب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاسب صهیونیستی است. مشروع این خبر و تصاویر بیشتر از این مراسم در بخش‌های بعدی با آگاهی شما عزیزان می‌رسد. ده کل قوا جنگ تحمیلی 8 ساله را به معنای واقعی کلمه جنگی جهانی خواندند و گفتند نیروهای مسلح در آن امتحان دشوار از وجب به وجب خاک کشور و حاکمیت اسلام مقدس و عزیز دفاع و توطئه دست جمعی مستکبران شرق و غرب را در دفاع از صدام متجاوز باطل کردند. پیش از سخنان فرمانده کل قوا، سردار سلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با تبریک عملیات طوفان الاقصای مبارزان فلسطینی، ارتقاء معنویت، بصیرت سیاسی، افزایش توان و آمادگی دفاعی و رزمی، توسعه خود اتکایی، پیشبرد اشراف اطلاعاتی و هوشیاری انقلابی را چهارچوب فعالیت‌های نیروهای مسلح کشور برش. خامنه ای: وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. سخنگوی مجاهدین: بنابراین بی‌اعتنا به مسکن‌های خشونت پرهیزی، در انتظار آتش فشان خشم خلق
و سلاح و سرنگونی باش. در آن روز فرار سرکردگان رژیم همچون سران ارتش و قوای مسلح رضا شاه با ریختن سلاح‌ها در جوی آب تماشایی است.